صفحه دو آخر هفته خوش آمدید. در بخش اول این برنامه به بحران اعتمادی در ایران میپردازیم که حالا دایره خودی های حکومت هم آن را انکار نمی کنند و در بخش دوم از روند صلحی در افغانستان میگوییم که از مانعی نگذشته گرفتار مانعی دیگر میشود. اما بحث اول، فساد فراگیر شده. این حرف کاظم صدیقی است از حلقه نزدیکان آیت الله خامنه ای. دروغ گفتیم، اسلام را بدنام کردیم و میکنیم. این حرف احمد توکلی است از دایره خودی های وابسته به هسته سخت قدرت در ایران. مسئولان نظام در قصر مرمر سونا و جکوزی ساختند. این حرف پرویز فتاح است، رئیس بنیاد مستضعفان جانبازان. اگر قبلا کسانی دیگر این حرفا را می زدند به جرم سیاه نمایی سر از زندان در می آوردند، ولی حالا گویی کار از انکار گذشته. در لابلای سطور حرف از خطری برای موجودیت نظام است و اینکه مدت هاست موریانه فساد به ستونهای اصلی حکومت زده. چرا کار به اینجا کشید و چطور؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت میکنیم با سعید مدنی، جامعه شناس از تهران، علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از بروکسل بلژیک، و آرش حسنیا، روزنامه نگار اقتصادی از پراگ با ما. سوال اول رو از آقای مدنی میپرسم. آقای مدنی، از پرونده های فساد مالی ما کم نشنیدیم. مدت هاست که در این باره گفته میشه، حرف از برخوردم هست، از بگیر و ببند بگیری تا اعدام. چرا روز به روز موضوع گسترده تر میشه و کار به جایی رسیده که کس دیگه این رو اصلا انکارم نمیکنه؟ با سلام خدمت شما و مهمانان محترم. ببینید، در واقع اونچه که در ایران شاهدیم مبارزه با فساد نیست. در خوشبینانه ترین حالت میشه گفت مبارزه با برخی از مفسدینه. برای توضیح این نکته که گفتم اجازه بدید یه مرور کوتاهی بکنم روی فساد. مفهوم فساد، صندوق بین المللی پول گفته سوء استفاده از مقام دولتی یا اعتماد برای کسب منافع خصوصی فساده، و سازمان شفافیت بین الملل در یه طرف دیگه این رو کاملش کرده، گفته که این استفاده از منافع شخصی و سوء استفاده میتونه در بخش دولتی یا خصوصی باشه. اما فساد به این سادگی نیست، در واقع پیچیدگی خاص خودش رو داره که باز به چند نکتهش اشاره میکنم. نوعی از فساد رو کلپتوکراسی میگن که یه مقام رده بالای دولتی که میخواد ثروت اندوزی بکنه. ماجرای زمینای مشرف بر دریاچه لواسان که هنوز پروندهش بازه، در واقع نوعی از کلپتوکراسی، یعنی سوء استفاده یه مقام دولتی هست برای ثروت اندوزی خودش. این نوع فساد در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شروع شد و بعدم گسترش پیدا کرد. البته برای رعایت انصاف بگم که در دولت آقای خاتمی تا حدی کنترل شد، ولی باز دوباره ادامه پیدا کرد. نوع دوم فساد کلینتالیسمه، یعنی استفاده از منافع برای کسب حمایت سیاسی. معمولا پوپولیست ها از این روش استفاده میکنن و سعی میکنن که دامنه حامیان خودشون رو از طریق در واقع این منابع عمومی مورد استفاده قرار بدن. به طور مشخص در دوره آقای احمدی نژاد این نوع فساد ایجاد شد و به شدت گسترش پیدا کرد. و نوع سوم در واقع کرونیزمه، یعنی سرمایه‌داری رفاقتی یا تخصیص منابع دولتی برای موارد مثل دوستان، آشنایان، همفکران یا امثال اون، و منابع اون رو در اختیار کسانی گذاشتن که در واقع مورد حمایت یک جناح یا گروه خاص هستن، که در واقع این رو هم موارد متعدد از بازار خودرو، بازار ارز، واگذاری ها یعنی خصولتی سازی ها، اینا همه شکلای در واقع خاصی هستند. و در واقع نظام تا از حدود دهه 80 تصورش این بود که برای اینکه یه بخش خصوصی حامی خودش ایجاد بکنه در واقع این سیاست رو دنبال کنه. اگر به گفته های رد بدل شده بین آقای فتاح و آقای حداد عادل توجه بکنید، شما جای پای این کرونیسم رو به طور مشخص میبینید. اما همه اینها رو گفتم برای اینکه بگم که فساد به طور کلی دو نوعه. نوعی فساد سازمان یافته است که فساد ساختاریه، و نوعی هم فساد موردیه. در فساد ساختاری کل سیستم درگیره،
در حالی صحیح. که در فساد موردی این خورده موردیه، در بسیار. فساد ساختاری قانونی یا شبه قانونی هیئت امنا هیئت مدیره این کار رو میکنه، در حالی که فساد خورد معمولا مواد غیر قانونیه و محدود. در مجموع در واقع به اجازه بدید اینطوری نتیجه گیری کنم که فساد در ایران ساختاریه و برای به اصطلاح مقابله با فساد ساختاری در واقع باید اصلاح ساختار صورت بگیره. مشخصا اصلاح ساختار که ریشه های فساد هم در اون وجود داره رو در قوانین و مقررات مناسبات مثل جایگاهی که نظامی ها امنیتی ها و وابستگان به مقامات دارند و هم تو در رویه ها میبینیم، مثل همین مورد آیه حداد عادل که میبینیم که در واقع رویه غلطیه که صحیح. به فساد و سوء استفاده از منابع عمومی منجر شد. بحث رو خیلی خوب طرح کردید آقای مدنی، ما سعی میکنیم که به بخشای مهمی از اون بپردازیم. ولی آقای مزروعی شما چی فکر میکنید؟ فساد ساختاری و سیستماتیک یا فساد مواردی که ممکنه از انگشتای دست خیلی بیشتر شده باشه؟ با سلام خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان. خب اگر ما بخوایم یک نگاه تاریخی به این موضوع بکنیم، میدانیم که در قرن معاصر ایران تقریبا یک اقتصاد نفتی دولتی رانتی داشته و ریشه و بنیاد این که فساد به صورت ساختاری در اقتصاد ایران در اومده به این وضعیت اقتصاد نفتی رانتی برمیگرده. البته در دورانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرده، این فساد افزایش پیدا میکنه و در دورانی که این درآمد نفت کاهش پیدا میکنه فساد کمتر میشه. اگر ما به دوران گذشته برگردیم و مجموعه عواملی رو که منجر به سقوط رژیم پهلوی شد به خصوص در دهه 50 ملاحظه کنیم، این اقتصاد نفتی رانتی بود که در واقع در سالهای آخری که منجر به سقوط اون رژیم شد به شدت در فساد و اینکه یک بخش قابل توجهی از وابستگان به رژیم که به هزار فامیل مشهور بودن ثروتمند بشن و شکاف طبقاتی در جامعه به شدت افزایش پیدا کنه، خب یکی از عوامل انقلاب بود. البته این همراه بود با انسداد سیاسی، یعنی شفافیت و اینکه رسانه ها، مطبوعات، احزاب بتوانند با این فساد در اون دوران مقابله کنند هم وجود نداشت. در واقع می شود گفت که انسداد سیاسی همراه با فساد یکی از عوامل اصلی سقوط اون رژیم بود. متاسفانه بایستی ما برگردیم به سالهای اخیر و مشاهده می کنیم که این دو عامل دوباره در حال پدیدار شدن در نظام جمهوری اسلامی هست. من ابتدا بگم که مثلا در دوره آقای خاتمی ما خیلی کم فساد داشتیم، به دلیلش این بود که انسداد سیاسی به این شکل نبود. احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات و حتی مخالفین دولت فعال بودند و در واقع البته درآمد نفت هم کاهش پیدا کرده بود. در مجموع ما میبینیم در دولت آقای خاتمی چنین اتفاقی به این شکلی که الانه بروز کرده وجود نداشت. اما در دولت آقای احمدی نژاد که یک حکومت یک دست اقتدارگرا حاکم میشد و در واقع نهادهای مدنی، احزاب، رسانه ها سرکوب میشن و همزمان درآمد نفت هم افزایش پیدا میکند که به صورت افسانه ای این درآمد در اختیار دولت قرار میگیرد و همزمان این همراه میشه با تحریم های اقتصادی که خودش یک دروازه ای رو برای دور زدن قانون در واقع باز کرد، فساد به صورت بسیار گسترده و وحشتناک تو کشور به وجود میاد و به تدریج نهادینه میشه. شما تصور کنید که معاون آقای احمدی نژاد این برای خریدن نماینده ها پول در مجلس توزیع میکرد، برای اینکه بتونه برای یک وزیری که یک مدرک تقلبی داشت در مجلس رأی اعتماد بگیره. این
آشفته ترین و وحشتناک ترین وضع فسادی بود که به وجود اومده و حتی پرونده هایی که الان در دادگاه ها داره رسیدگی میشه بخشیش ریشه در اون دوران یک پارچگی حاکمیت داره. در واقع اگر انسداد سیاسی همراه با این فساد بشه میشود گفت که جامعه به سمت فروپاشی میره. علت این که این مبارزه با فساد هم الان خیلی نمیتواند اعتماد مردم رو برانگیزه به این دلیل هست که همونطور که انتقاد تحمل نمیشه، همونطور که منتقدین رو به عنوان مسائل امنیتی دستگیر میکنن، در دادگاه های بسته و غیر علنی محاکمه میکنن، ما مشاهده میکنیم که همین وضعیت رو در مورد مفسدین دارن اجرا میکنن، یعنی دادگاه های غیر علنی. طبیعی است که در چنین وضعیتی اینها به هیچ وجه در جامعه مورد قبول و اعتماد قرار نمیگیره. در واقع میشود گفت که وضعیت فعلی هیچ گونه اعتمادی برای مبارزه با فساد در جامعه ایجاد نکرده و همونطور که گفته شد متاسفانه دامنه این فساد به طور گسترده و ساختاری در همه بدنه نظام گسترش پیدا کرد. آقای حسن نیا، اگر از دید روزنامه نگاری به قضیه نگاه بکنیم، الان حرف از اینه که پویش ملی شفافیت را افتاده، سامانه های متعددی برای اینکه وزارتخانه ها مثلا مراودات خودشون رو ثبت بکنن و به افکار عمومی ارائه بکنند را افتاده، یا مثلا سازمان بازرسی کل کشور یه سامانه گزارشگران فساد رو راه انداخته، هر ایرانی یک ناظر، و حتی گفته شده که به کسانی که اینها رو گزارش کنن جایزه داده میشه. تا چه اندازه اینها پاسخی است یا واکنشی است به موضوعاتی که آقایون طرح کردند؟ همونطور که دیگر دوستان هم اشاره کردن، در واقع از اونجایی که مشکل ساختاری است و این فساد پدیده است در واقع میان حوزه‌ای و نمیشه فقط به فساد اقتصادی یا مالی پرداخت اما به ساختار سیاسی یا ساختار فرهنگی و اجتماعی نگاه نکرد، به نظر میاد که این تمهیداتی که شما بهش اشاره کردید نمیتونه اون مسئله‌ای رو که تحت عنوان ساختارها یا بسترهای فسادآفرین در ایران وجود داره به درستی و به طور کامل حل و فصل بکنه. مهمترین نکتهش این هست که در صحبت‌های دیگر دوستان هم بود، مهمترین نکته در واقع توانمندی جامعه مدنی مستقل از حاکمیت، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها برای انجام وظیفه و مسئولیتی که بر عهده اونها گذاشته شده با این تمهیداتی که خود حاکمیت و خود دستگاه‌های نظارتی غیر مستقل و وابسته به حاکمیت طراحی میکنن کاملا متفاوت هست. در واقع اون چیزی که سبب میشه تا فساد، نه مبارزه با برخی از مفسدان، مبارزه با فساد شکل بگیره، از گذر اصلاح ساختار سیاسی، رفع انسداد سیاسی، بزرگ شدن گروه نخبگان حاکم بر جامعه، احزاب سیاسی مستقل و قدرتمند منتقد و در واقع بدون هراس از انتقاد از حاکمیت هست و شکسته شدن تجمیع قدرت در کنار قوه قضاییه مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و همینطور آزادی بیان. در همین شرایطی که ما صحبت میکنیم و صحبت بر سر این هست که حتی نزدیکان مقامهای بالادستی نظام هم صحبت از فساد فراگیر یا فساد نظاممند میکنند، 22 دستگاه نظارتی از محل بودجه دولت هر سال بودجه میگیرند، اما شاهد این بودیم که در این 40 سال و حتی پیش از اون مسئله فساد در ایران حل و فصل نشده و این دستگاه‌های نظارتی پرتعداد که مدام هم اضافه شده یا قوانین و مقرراتی که مدام وضع شده و تصویب شده، هیچ کدوم نتونسته به لحاظ ساختاری و اون مشکلی که در بسترها وجود داره مسئله فساد مالی و فساد اقتصادی رو حل بکنه، که در فرمایشات دو مهمان دیگه هم بود بحث بر سر این که منبع ثروت در ایران در اختیار حاکمیت هست و تک منبعی است، بحث بر سر این که اقتصاد ایران اقتصادی است سرمایه‌داری رفاقتی است، بحث بر سر این است که این دولت دولت رانتیر هست
و منبع ثروت تک منبعی است، همگی اینها سبب میشه که تمهیداتی از این دست که شما اشاره کردید در نهایت منجر به رهایی اقتصاد یا رهایی ایران از فساد نشه. این اتفاق در واقع تقلیل دادن مبارزه با فساد به مبارزه با برخی از مفسدان که آقای مدنی هم اشاره کرد در دیگر حوزه ها هم اتفاق میفته. مثلا در حوزه تورم هم سال هاست که میبینیم در دوره های مختلفی حاکمیت تورم رو به گرانی یا گرانفروشی تقلیل میده و سراغ مثلا بازاریان سودجو، سرمایه‌داران زالوسفر یا از این دست تعابیر میره، تعدادی رو با ضرب و گیر و بند تعزیرات حکومتی باهاشون برخورد میکنه با گرانفروشان یا محتکرین، اما در نهایت مسئله تورم حل و فصل نمیشه. این اتفاق در حوزه فساد هم میفته. ابتدا فساد تغییر پیدا میکنه به مبارزه با مفسد، شماری از برخی از مفسدان دورتر از حلقه نزدیک حاکمیت برخورد باهاشون میشه، حتی اعدام میشن، تا دوره بعدی، مفسد بعدی و بگیر به بند بعدی. آقای مدنی، شما اشاره کردید به انواع فساد. بسیاری میگن که خب در ایران اگر ما نگاه بکنیم ساختار سیاسی به گونه ایه که بخش‌های مختلف شاید در خیلی زمینه‌ها میتونستن همدیگر رو متوازن بکنن. مثلا ما دولتی داریم که این دولت خب با بعضی از نهادهای دیگه در درون حاکمیت رابطه چندان گرمی نداره. چرا این توازن قوا، این نظارت به اصطلاح بخشی بر بخشی دیگر به کاهش فساد منجر نمیشه؟ بیشتر به نظر میاد که شبیه مچگیری و تسویه حساب سیاسیه. بله، در واقع این سوال شما هم هیچ جوابی نداره جز اینکه علتش اینه که فساد ساختاریه. ببینید چند تا ویژگی داره مبارزه با فساد. اون چه که تحت عنوان مبارزه با فساد الان صورت میگیره، یکی اینکه مبارزه با فساد همونطور که گفتم منحصر به فساد با برخی مفسدین که طبیعتاً میتونه که تحت تاثیر مواضع سیاسی یا پیشینه یا نوع رفاقت، روابط و به اصطلاح گرایشات سیاسی هم قرار بگیره. ولی خب مثلا آقای مدنی ببخشید، وقتی اکبر طبری رو رفتن سراغش، این آدم چه موضع سیاسی اعلام کرده بود؟ فکر میکنید که چرا فردی بود که در جمله مقام‌های ارشد وزارت قوه قضاییه هم قرار می‌گرفت، چطور شد که سراغ او رفتند، افراد متعددی رو هم در کنار او متهم کردند و می‌دونیم که یکی از بزرگترین پرونده‌ها از کنار اون الان بیرون اومده؟ خب دقیقاً به همین دلیل که ایشون مثلا سالها معاونت قوه قضاییه رو داشته و طبیعتاً مورد حمایت رئیس قوه بوده و برخی مراجع دیگه سیاسی و به تبع قدرت سیاسی که پشت سرش بوده میتونسته به این کار ادامه بده. امروز احتمالاً اون حمایت سیاسی وجود نداره، بنابراین میتونه ایشون مورد در واقع بازخواست قرار بگیره و با فسادی که داشته مواجه بشه. ولی مسئله اصلی اینه که مبارزه کنونی اولا جنبه متمرکز بر اینه که جنبه قضایی داره، در حالی که مبارزه با فساد جنبه پیشگیرانه هم باید داشته باشه و اساسا چنین چیزی در ساختار وجود پیشبینی نشده و فرایندی ها همه جانبه نی. دوم این که همونطور که گفتم فساد در واقع مبارزه با فساد متمرکزه، یعنی منحصر در دستگاه های رسمی دولتی، در حالی که تجربه جهانی نشون داده در سند مریدا که یک سند بین المللیه و در مجلس ایران هم به تصویب رسیده، قید شده که میزان صداقت نظام های سیاسی در مبارزه با فساد موکول به اینه که چقدر جامعه مدنی حضور داشته باشه. صحیح. و حضور جامعه مدنی مستلزم الزاماتی داره، از جمله وجود احزاب آزاد، مطبوعات آزاد و حمایت لازم قضایی از کسانی که افشا میکنند یا به عبارت سودزنندگان کسایی که میان و در واقع اعتراض میکنند یا افشا میکنند موارد فساد را. هیچ کدوم از اینها و این ویژگی ها در مبارزه در واقع اون چه که تحت عنوان مبارزه با فساد مطرح میشه وجود نداره. و باز یادآوری میکنم که چون اشاره هم شد به دوران آقای خاتمی، این دوران آقای خاتمی فساد متوقف نشد، چون اولا فساد منحصر به قوه
مجریه نیست و در سایر قوا و در تمام نهادها، یعنی موقعی که فساد ساختاری میشه در تمام نهادها وجود داره و به صورت همونطوری که گفتم یک فرایند کاملا به اصطلاح تعبیه شده در ساختاره. و از اون مهمتر این که افراد نمیتونند که به تنهایی مؤثر باشن در کنترل ساختار، در واقع بدون اصلاح ساختار به نحوی که مانع از حضور یا اعمال فساد باشه امکان مورد فساد وجود نداره. بنابراین اگرچه در دوران آقای خاتمی وضع در قوه مجریه به طور خاص بهتر بود، ولی از پیش از اون، یعنی در دوره آقای هاشمی، این فساد ساختاری شکل گرفت، قوت گرفت تا امروز که به اصطلاح همه جانبه ترین وجهش اون رو ما میبینیم. آقای مزرعی، این انتقاد رو خیلی ها به دوران اصلاحات میکنه. یکی این که گویا سیاست های اقتصادی دوره آقای هاشمی رفسنجانی دم پیدا کرد، بسیاری از مشکلات از اون زمان شروع شد از نظر بسیاری، و بعد هم این که در دوران حکومت اصلاحات بیشتر توسعه سیاسی مد نظر قرار گرفت تا یک برنامه اقتصادی مدون و یا مثلا مبارزه با فساد و چیزهایی از این قبیل. البته پاسخ دادن به سوال شما در حوصله این مجلس نیست. خب بدون دولت آقای خاتمی برای خودش برنامه اقتصادی داشت، یا همون ابتدا طرح ساماندهی اقتصادی کشور رو نوشت، بعدم قانون برنامه سوم و همینطور قانون برنامه چهارم در دامن دولت آقای خاتمی شکل گرفت، و قانون برنامه چهارم که همکاری مشترک دولت و مجلس ششم بود و اتفاقا مسیر اقتصادی رو که در دوره آقای هاشمی شکل گرفته بود به شکل اصلاح طلبانه ادامه داد، نه به اون شکلی که در اون دوره بود. و اگر بخوام وارد جزئیات بشم، حوصله اینجا نیست. و میدونید که بهترین عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب بر اساس شاخص‌هایی که میشود اندازه‌گیری کرد و سنجش کرد متعلق به دوره دولت آقای خاتمی است، به رغم اینکه در دولت آقای خاتمی درآمد نفت در دوره اول کاهش پیدا کرد و مجموعه درآمد نفتی که در دولت آقای خاتمی مورد استفاده قرار گرفت یک چیز حدود 170 میلیارد دلار بود. این رو مقایسه کنید با 800 میلیارد دلار دوره 8 ساله. می‌فرمایید که قابل مقایسه نیست. آقای مزرعی، نکته‌ای که من می‌خواستم از شما بپرسم این بود که شما اشاره کردید که کنار هم قرار گرفتن فساد و انسداد سیاسی ممکنه که کار رو به جایی برسونه که پیامدهای خیلی وخیمی برای حاکمیت داشته باشه. الان کسایی مثل آقای توکلی هم کم و بیش با یک بیان دیگه دارن هشدار میدن. بعضی از اصلاح طلبان این طرف اون طرف از یک فروپاشی دارن حرف میزنن. مشخصا منظور چیه اینجا؟ منظورتون این هست که حاکمیت ممکنه که جان به در نبره به دلیل این مشکلات؟ ببینید، الان اگر بحث فساد اقتصادی به این شکل تو جامعه داره منعکس میشه، و خب شکلی هم که اینا برخورد میکنن به هیچ وجه اعتماد انگیز نیست. ببینید، همین دادگاه آقای طبری خب چرا به صورت غیر علنی برگزار شده؟ یعنی مردم اصلا در جریان نیستن که توی دادگاه چی گذشته. یا مثلا این آقای عیسی شریفی که معاون آقای قالیباف بوده گرفتندش، و این به خاطر عملکردش تو شهرداری بوده، ولی میگن تو دادگاه نظامی غیر علنی داره محاکمه میشه. خب چرا؟ اصلا مردم نمیدونن این به خاطر چی دستگیر شده، اتهامش چیه. اینه که این نوع مواجهه در جامعه انعکاس مثبتی نداره، و این همزمان شده با وضعیت وخیم اقتصادی که در جامعه الان مردم حس میکنن. ببینید، به دلیل وجود تحریم ها و حالا این کرونا هم اضافه شده، وضعیت اقتصادی خب سال گذشته و امسال تولید ناخالص منفی بوده، یعنی کیک اقتصاد کوچیک شده، تورم افزایش پیدا کرده، و همه این آثار منفی اقتصادی آوار شده روی زندگی طبقه متوسط و محروم جامعه. یعنی جامعه ما بخش قابل توجهشون در این دو سال فقیرتر شدن، و بعد این اخبار اختلاس ها و فساد های میلیاردی رو هم میشنوند. اینها مجموعاً جامعه رو به تلاطم وامی داره، و طبیعی است که این شکاف طبقاتی اگر بخواد گسترش بیش از این پیدا کند، ما مواجه خواهیم شد با عکس العمل جامعه. خب وقایع دی ماه 96 و
آبان 98 بخش قابل توجهی ریشه در چنین وضعیتی داره. این هست که حقیقتاً وضعیت بسیار خطیره و این رو توجه داشته باشید که اخیراً یک روحانی اعلام کرد که اختلاس و نمیدونم فساد قابل تحمله ولی انتقاد از حکومت و مقامات حکومتی قابل تحمل نیست. یعنی نظامی که نخواهد منتقدین خودش رو تحمل کنه و از او و در درونش فساد اینطور ساختاری گسترش پیدا کنه قطع و یقین به سمت فروپاشی و سقوط میره و این چیزی نیست که بشود نادیده گرفت. آقای حسنیا، این نشانه ها رو چیزایی که آقای مزروعی گفتند آیا ما مثلا در فضای مطبوعاتی میبینیم؟ آیا آمارهای اقتصادی هم حاکی از اینه به این معنا که کشور به سمت بحرانی ممکنه بره که بیرون اومدن از اون اگر غیر ممکن نباشه بسیار سخت خواهد بود؟ ببینید، روزا کلمن یک اقتصاددانی که راجع به فساد خیلی کار کرده و مطالعات زیادی داره از یک پدیده‌ای تحت عنوان تله فساد یاد میکنه که خود فساد در واقع ایجاد کننده فساد بعدی است. در واقع از یک دور باطلی صحبت میکنه که فساد میآفرینه و یک سینرژی که ایجاد میکنه که تحت عنوان تله فساد توضیح میده. این تله فساد در اقتصاد ایران ما دست کم در ماهای اخیر شاهدش هستیم که نشانه های خیلی بیشتری از اون رو میتونیم مشاهده بکنیم. نارضایتی که آقای مزروعی ازش یاد کرد که تحت تأثیر شنیدن این فسادهای عجیب و غریب و رقمهای بسیار بسیار بزرگ برای جامعه روی میده، سبب نارضایتی عامه مردم میشه که خب در هم اعتراضات آبان 98 و هم دی 96 شاهدش بودیم و سرکوبی و واکنشی که حاکمیت به این داشت. اما یک اتفاق دیگه‌ای هم این وسط میفته صرف نظر از اعتراض‌هایی که خب نمود مشخصی داره و قابل دیدن، اون چیزی که کمتر دیده میشه آثاری است که از اون نارضایتی و از اون عدم اعتماد و از اون فروپاشی سرمایه اجتماعی در کلیت جامعه رخ میده و در واقع درست کار نکردن، تخریب کردن وسایل یا کوتاهی تو انجام کار، محق بودن برای مثلا گرفتن رشوه یا اینکه خب همه دارن میخورن یا مثلا فلان. آقای حسنی، شما خیلی به نکته جالب اشاره کردید. به نظرم موضوع تنه میزنه به مسائل جامعه شناختی. آقای مدنی، شما چنین ارزیابی رو قبول دارید؟ بله، به طور مشخص. اجازه بدید که در برابر این سوال که اگر که این فساد ادامه پیدا کنه چه میشود بگم در واقع به یه نوع دیگه سوال اینه اگه اصلاح ساختار نشه چه میشه؟ و پاسخ خیلی روشنه. اگر اصلاح ساختار نشه گریزی جز فروپاشی یا انقلاب نیست. تفاوتش هم روشنه. فروپاشی در واقع نیروی انقلابی وجود نداره و جامعه آشفته و در هم ریخته میشه و انقلاب نیروی انقلابی وجود داره. من با قاطعیت در واقع و ایمان دارم به این جمله پیامبر که الملک یبقا ملک و لا یبقا مذل، و فساد در واقع نوعی به اصطلاح استثمار مضاعف یا حتی بیشتر از اون یک ملته. شواهد هم اتفاقا شواهد آماری هم این رو نشون میده. مثلا فرض کنیم که توی همین دو سه سال پیش که وضع به این بدی نبود سوال شده بود که یه مطالعه کاملا دولتی وزارت کشور انجام داده، گفته که موفقیت نظام در رفع مشکلات فساد مالی و ارتشا چیه؟ فقط 16% افراد بی سواد و در میون کسایی که آموزش عالی در واقع تحصیلات عالی داشتن 11.6 هم گفته بودن زیاد و خیلی زیاد و بقیه اون رو منفی دیده بودن. یا میزان قوم و خویش بازی مسئولان رو سوال شده بود، 15.4 تا 13.2% گفته بودن که خیلی کمه. کم و خیلی کمه. من نکته آخر رو اجازه بدید بهش اشاره بکنم، این که باید مبارزه با یعنی در واقع فساد مطالعات متعدد نشون داده که موجب افزایش فقر و نابرابری میشه، افزایش وسوسه ثروتمند شدن از راه نامشروع رو میده، فرصت‌های جدید برای بروز فساد موجب توسعه نامتوازن میشه و هدر رفت منابع. و طبیعیه که همه اینها اینه که یک جامعه پرتنش ایجاد میکنه و جامعه ما در برابر مجموعه از بحران‌های امروز که قرار داره که بحران فساد هم یک شد در تله میفته که
بهش اشاره کردن آقای حسن نیا، و اون در واقع بحران بنیادینه که ترکیبی از بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، بحران توزیع و بحران فساد. بسیار ممنونم از سعید مدنی، جامعه شناس از تهران، علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی از بروکسل، و آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ. و اما بحث دوم، مدتی است که حرف از به پرواز در آمدن کبوتر صلح در افغانستان است، ولی چرا گفتگوهای کجدار و مریض صلح هر روز با یک مشکل جدید مواجه می شود؟ یک روز طالبان بنای ناسازگاری می گذارند، روزی آمریکایی ها و روزی دیگر دولت افغانستان. کوتاه اینکه آمریکا و طالبان در دوحه قطر توافق صلح امضا کردند، گفتند مواد آن توافق که اجرا شد طالبان و نیروهای داخلی افغان وارد گفتگو می شوند. بخشی از توافق آمریکا و طالبان که آزادی زندانیان دو طرف است کم و بیش به مشکل خورده. چرا؟ معلوم هست که کار ادامه پیدا می کند. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان از ژنو سوئیس با ما، و همینطور عزیز حکیمی، روزنامه نگار و مدیر مسئول سایت نبشت از شهر چتنام. به هر دوی آقایون خوش آمد میگم. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای فرهادی شروع بکنم. ظاهر قضیه اینه که دولت افغانستان برای آزادی آخرین گروه از زندانیان دچار مشکل شده بود، تردید داشت، لوی جرگه برگزار شد، لوی جرگه هم به دولت افغانستان چراغ سبز نشون داد، ولی چرا حالا دوباره کار به مشکل خورده؟ بله، قسمی که شما گفتین که کبوتر صلح فعلا در یک قفس است و او قفس به دست رئیس جمهور افغانستان است، و رئیس جمهور افغانستان وهم و ترس زیاد دارد که اگر مذاکرات صلح آغاز شود، طالبان روی میز مسئله حکومت عبوری را بگذارد، یعنی که ما حاضر هستیم بیاییم و جنگ را ختم کنیم و به کابل بیاییم، امکان دارد طالبان بگویند، در صورتی که یک حکومت عبوری بیاید که آقای رئیس جمهور دیگر رئیس جمهور نباشند، چون طالبان در هفته گذشته گفتند که ما این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم، پس اینا میخواهند که یک سیستم تازه بیاید و همه چیز روی میز برای مذاکره باشد. ولی رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی وهم دارد فعلا که حتی هیئت 21 نفری که از طرف خودش گماشته شده اگر به دوحه بروند، بعض افراد در این هیئت موافقت کنند به حکومت عبوری. آقای حکیمی، شما هم تمام مسئولیت رو بر عهده رئیس جمهوری افغانستان آقای اشرف غنی میدونید، ایشون مانع ایجاد کرده؟ ببینید، به نظر میرسه که همینطور هست. آقای فرهادی درست گفتن، یکی از نگرانی های اصلی آقای اشرف غنی همین مسئله ای هست که در واقع طالبان خواهان از این بشن که یک حکومت موقت و یا یک حکومت عبوری تشکیل بشه. این موضع طالبان از امروز نیست، بلکه در 18-19 سال گذشته از زمانی که طالبان دوباره به قدرت بازگشتن همیشه گفتن که دولت افغانستان را به رسمیت نمیشناسن، و همیشه گفتن که با دولت افغانستان حتی به عنوان دولت به اصطلاح مذاکره نخواهند کرد، و اگر قرار باشه مذاکره بکنن با آمریکایی ها خواهند کرد. بنابراین حالا بعد از گذشته حدود 18-19 سال، طالبان در واقع به بیش از او چیزی که انتظار داشتن رسیدن، به این معنا که طالبان شاید حتی فکرش هم نمیکردن که 18-19 سال بعد وقتی که میخواهند که با دولت افغانستان در واقع مذاکره بکنن، امریکایی ها و جامعه جهانی از اونها حمایت خواهند کرد. حکومت آقای غنی و خود آقای غنی در واقع در دامی افتاده که حاصل ندانمکاری و فساد گسترده داخل دولت و همچنین سیاست‌های غلط از طرف حکومت و از طرف جامعه جهانی هست و از این گریزی نداره. در حال حاضر آقای غنی خیلی خوب به این نکته واقف هست که آغاز مذاکرات، حتی صرفاً پذیرش آغاز مذاکرات، لاجرم به معنای افول حکومت ایشان هست، و من فکر می‌کنم که یک مانع اصلی هست در برابر از این که آقای غنی مقاومت میکنه برای و یا اینکه کوشش میکنه که وقت کشی بکنه. این مسئله از این نظر بسیار اهمیت داره که در حال حاضر جامعه مدنی و آمریکایی ها به خصوص
پشت سر این برنامه صلح ایستاده هستند و میخواین به هر قیمتی که شده این صلح به پیش بره، حتی اگر به قیمت از بین رفتن حکومتی باشه که 19 سال او را حمایت کردن و سر پای استاندن به اصطلاح، و همچنین حتی اگر به قیمت ازی باشه که تمام ارزش‌های دموکراتیک 19 سال گذشته از بین بره. پس بنابراین بله، در واقعیت امر مسئله خیلی پیچیده‌تر از آن است که ما صرفاً آقای غنی را ما مسئول بدانیم، ولی خب آقای غنی در واقع و سیاست‌هایی که در 18-19 سال گذشته حکومت افغانستان و جامعه جهانی داشتن در قبال طالبان وضعیت رو به اینجا رسانده. درست. آقای فرهادی، شما اشاره کردید که خب کلید در این قفس دست آقای غنی هست، ولی اگر از دولت افغانستان بپرسیم اونها میگن که هر روز در حال کشته دادن هستند، مردم افغانستان در حال خون دادن هستند. همین دو سه روز پیش وقتی که اینها می‌خواستن یک مراسم بزرگداشت استقلال برگزار کنن تحت شعاع حمله طالبان قرار گرفت. بنابراین پیشرفت روند صلح بیشتر از هر کسی به نفع دولت افغانستان و چه بسا رئیس جمهوری افغانستانه. ببینین، ملل متحد یک آماری داد تقریبا دو هفته قبل که در افغانستان به صورت میانگین متاسفانه روز 33 انسان تلف می شود و حکومت کابل دیروز اعلان کرد که 22 نفر از کماندوها اسیر ماندن پیش طالبان. خب آیا ما منتظر باشیم با یک مدت نامعلوم که طالبان 22 نفر رها کنن، یا ایست که روز 33 نفر تلفات انسان ها باشه در افغانستان؟ اگر ما پلان آقای غنی است که تا انتخابات امریکا انتظار بکشه که در او وقت باز یک تیم دیگر می آید و مذاکرات شاید به نفعش صورت بگیره، چون که آقای خلیلزاد از کار خود موقوف می شه، اون نماینده وزیر خارجه فعلی امریکا است. پس 80 روز انتظار ضرب 33، تقریبا 2450 شهید و کشته، و بهانه اینا این است که 22 نفر ما پیش طالبان مانده. اینی اگر میخواین که به فکر آقای غنی چی میگذره، ای است وقتی که آقای غنی میگه که من سر خود فدا میکنم برای افغانستان، مقصدش از این که از سرم میگذرم اما از کرسی هم نمیگذرم. بسیار خوب. آقای حکیمی، واقعا چقدر زمان به نفع اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان؟ آقای فرهادی اشاره کردند که 2.5 ماه بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی نمونده، ممکنه که در این انتخابات تحولی رقم بخوره که کلن فضا و صحنه رو دگرگون بکنه. ببین، هیچ تضمینی نیست که به اصطلاح نتیجه انتخابات افغانستان بتونه روی سیاست نتیجه انتخابات آمریکا بتونه روی سیاست این کشور در قبال افغانستان تأثیری بگذاره، به خصوصی که آقای بایدن از قبل هم علاقمندی خود را پنهان نکرده نسبت به خروج آمریکا از افغانستان. به هر حال در یک برنامه بزرگتر آمریکایی‌ها قصد خروج از افغانستان را دارند و این یک پلانی هست که فکر میکنم بعد از 20 سال بودن در افغانستان به این نتیجه رسیدن که دیگه بیشتر از این نمیتونن ادامه بدن. بنابراین به نظر نمیرسه که برنده شدن آقای بایدن، طوری که احتمالاً آقای غنی منتظرش هست، بتونه تأثیری روی سیاست خروج آمریکا بگذاره. ممکن هست که نحوه خروج آمریکا را متفاوت بکنه، ولی من فکر نمیکنم که، یعنی هیچ شواهد و قرائن وجود نداره که نشان بده در واقع گزینه دیگری برای امریکایی ها باقی مانده و یا کارت دیگری امریکایی ها و جامعه جهانی در افغانستان در برابر طالبان دارن که بتونن بازی بکنن. بنابراین کم و بیش گزینه خروج، چه آقای بایدن پس به قدرت بیاید و چه آقای ترامپ در قدرت باقی بمانه، از افغانستان وجود خواهد داشت. مشکل اصلی این هست که آقای غنی و حکومت آقای غنی در جایی گرفتار شدن که نه راه پس دارن و نه راه پیش، به خاطر اینکه اگر آقای غنی بخواد مقاومت کنه در مقابل طالبان، در مقابل آغاز گفتگوهای طالبان، در واقع باز هم به ضررش هست، به خاطر از اینکه طوری که آقای فرهادی اشاره کردن ممکنه ما تلفات بیشتر داشته باشیم، جنگ دوام خواهد کرد،
اعتماد در هم شکسته مردم نسبت به حکومت افغانستان حتی بدتر از این خواهد شد، و از طرف دیگه اگه آقای غنی قبول بکنه که مذاکره بکنه، صرفا قبولش به معنای این هست که در واقع پذیرفته که حکومتش به پایان برسه، چون این رو تقریبا مطمئن هستیم که شرط اول طالبان در گفتگو با دولت افغانستان، که البته طالبان او را یک دولت حساب نمی کنن، صرفا یک طرف درگیر در جنگ‌های افغانستان حسابش میکنن، شرط اول طالبان این هست که به اصطلاح روی یک ساختار موقت صحیح. دولت در واقع گفتگو بشه. آقای فرهادی، میدونیم که دونالد ترامپ چندان آدم با حوصله نیست در خیلی از زمینه‌ها، 70 80 روز بیشتر وقت نیست، ممکن است که بدون اینکه گفتگوهای بین الافغانی اصطلاحاً شروع بشه، آقای ترامپ به یک باره تمام خواسته های طالبان رو برآورده بکنه و به این شکل دولت افغانستان رو در شرایط بسیار دشواری قرار بده؟ بله، آقای ترامپ، فراموش نکنیم که حکومت آقای ترامپ و طالبان حیثیتش اراده کردن برشان یک حیثیتی دادن، حیثیت دیپلماتیک دادن. اگر حکومت امریکا نمیخواست، طالبان فعلا در قطر به حیث یک مرکز نمیتونستن که باشن، و فراموش نکنیم که آقای ترامپ با معاون طالبان آقای برادر به تلفن حرف زده. این یک چیز عجیب است. بعد از اینکه امریکا به طالبان تروریست خطاب کرده، با اونا به تلفن گپ زده و حرف زده، و آقای پامپیو که وزیر خارجه هستن رفتن به قطر، با اونا امضا کردن، یعنی آقای خلیلزاد امضا کرد ولی آقای پامپیو اونجا حضور داشت، و بعدن به تلفن هم رایشان حرف زدن. پس ما به خدمت شما برسانم که آقای غنی بسیار امیدوار هستند که دموکرات ها بیان، به خاطر که دموکرات ها این قالین سرخ به پیش روی طالبا همار نخواهند کرد. و گزینه دیگه که امریکا دارد، اگر احساس کنند که اشخاص مشخصی هستند در افغانستان که صلح نمیخواهند، اونا را میتونند که رویشان تعزیرات اقتصادی یا تعزیرات دیگری بگذارند، مثل که در باقی دنیا، در ایران یا در ونزوئلا کردند. این کار هنوز امریکا نکرده. و گزینه دیگری ای است که اگر باید شما باشه که 1 میلیارد دلار از کمک نظامی کم کردن، میتونند که هنوز هم 3 میلیارد دیگر مانده، میتونند که 1 میلیارد دیگر هم کم کنن، و این سبب تضعیف حکومت آقای غنی خواهد شد. حکومت آقای غنی امروز یک والی یا یک فرماندار در بادغیس روان کرده و مردم گفته که ما این فرماندار نمیپذیریم. پس امکان داره که قیام‌های کوچک در اینجا و اونجای افغانستان با وجود بیاید، و دلیل زیادترینش هم فقر و فساد است. ولی آقای حکیمی، نباید فراموش بکنیم که ما مدتی قبل تعدد نظرات رو داشتیم در جبهه مخالف طالبان. الان آقای عبدالله به آقای در حقیقت به شورای پیوسته که آقای غنی اون رو پیشنهاد کرده، شورای مصالحه ملی. خیلی از بازیگران سیاسی هم کم و بیش در این گفتگوها حالا نقش پیدا کردن، بعضی ها افراد نزدیک خودشون رو فرستادن در این گفتگوها. و از دولت افغانستان اگر بپرسید، میگن که ما یک اجماع ملی اگر نباشه، یک اجماع سیاسی در میان بازیگران اصلی ایجاد کردیم. حرفشان درست است. من فکر میکنم که این اجماع سیاسی به وجود آمده، اما این اجماع از روی ناچاری هست، از یعنی در واقع حاصل ناکامی های متعدد به اصطلاح سیاست های شرکای خارجی دولت افغانستان و همچنین سیاست های حکومت افغانستان، به اضافه فساد گسترده و ندانمکاری هایی هست که در حکومت به اصطلاح به وجود داشته. یعنی در حال حاضر میتونیم این رقم بگیم که این اجماع سیاسی چاره‌ای جز این نداره که به سمت صلح بره. آقای غنی در واقع در به عنوان یکی از طرفین، بزرگترین نگرانیش مسئله حکومت خودش است. مسئله این هست که اگر قرار باشه طالبان اصرار بکنن بر اینکه یک، و خواهند کرد، طبیعتاً خواهند کرد، اصرار بکنن بر اینکه یک ساختار جدید و یا یک دولت موقت به وجود بیاید، به معنای است که آقای غنی دیگه نمیتونه این حکومت را ادامه بده. از یک نظر این مسئله برای آقای غنی مهم هست، ولی از طرف دیگه این مسئله برای مردم افغانستان و برای جامعه بین المللی هم باید مهم باشه، بخصوص برای مردم افغانستان، به خاطر اینکه
درسته که حکومت آقای غنی با مشکلات زیادی و با تردیدهایی در به اصطلاح یک پارچگی و یا صداقتی که در انتخابات باید می بود، تردیدهایی در او وجود داره که ایشان به قدرت رسیدن، ولی در نهایت حتی اگر بپذیریم که با رأی، در نهایت با رأی مردم، حتی اگر مسئله تقلب باشه، با رأی مردم این حکومت به اصطلاح به قدرت رسیده. و حالا اگر طالبان این را از بین ببرن و بخواهند که این را منحل بکنن و یک ساختار جدیدی را و موقت را به جای از او بگذارن، او ساختار انتخاب مردم افغانستان نیست. او ساختار نمیتونه تضمین بکنه که حقوقی را که مردم افغانستان به اصطلاح در قانون اساسی برشان پیش بینی شده و یا دستاوردهایی که در 18 سال گذشته یا 19 سال گذشته مردم داشتن، اینها را تضمین بکنه که حفاظت بشه. یعنی در واقع مسئله مهمی که در اینجا وجود داره، مسئله به اصطلاح احتمال اصرار طالبان بر یک دولت موقت، تنها نگرانی آقای غنی نیست، بلکه نگرانی مردم افغانستان هم هست. آقای فرهادی، اشاره کردید به اینکه خب دولت افغانستان برنامه خیلی روشنی نداره، وقت کشی میکنه، وضعیت منطقه و شاید هم مزیت جهان هم خیلی به نفعش نیست. منظورتون این هست که طالبان قدرت این رو دارن که مسئله رو از راه نظامی به نفع خودشون حل و فصل بکنن؟ ضعیف شدن حکومت مرکزی کابل به طالبان و به دیگران راه را هموار می سازد که حکومت یک روز منهدم شود. شما ببینید که فعلا شاهراهای افغانستان به دست حکومت نیست. شما نمیتونید که به صورت مسئول از کابل تا قندهار تا هرات یا از کابل تا مزار یا از تخار تا قندوز شما سفر کنید. بعضی از این مسیرها حتی مسدود هستند به خاطر که حکومت امنیت را اونجا نمیتونه که تامین بکنه. و در افغانستان که یک کشوری است که قسمی که خود آقای غنی گفتن به روزنامه تایمز لندن که در اونجا کوکنار و چرس و اینها است، گروه های جرمی هم وجود دارن که استفاده میکنن از این حالتی که بعضی قسمت های افغانستان برای مقاصد اقتصادی جرمی زیر کنترل خود داشته باشن. و شاید که با طالبا هم به اصطلاح یک جور آمده داشته باشن که این کار بکنن. پس حکم فرمایی و سلطه دولت هرچی کمتر شود خطر زیادتر است، به خاطر که دوباره ساختن چیزی که فعلا داریم بسیار. آقای فرهادی، سوال من این بود، در تمام این 15-20 سال کم و بیش ما شاهد این فضا بودیم، روز به روز کنترل دولت مرکزی افغانستان بر ولایات، بر مناکب، بر دوردست ها کمتر شده، ولی آیا به اندازه‌ای خواهد بود که طالبان با قدرت نظامی خودشون کلن فضا رو به نفع خودشون تغییر بدن؟ بله، متاسفانه در 18 سال گذشته ستون فقرات قدرت ناتو بوده. یعنی ناتو همیشه مانع از این بوده که قدرت پاشان شود و ناتو حتی مانع از این بوده که مردم در کابل قیام کنند. اگر شما جنبش روشنایی را به یاد بیارین، کانتینرهایی که در دور قصر ریاست جمهوری چیدند و مردم گفتند که شما نزدیکتر نیاین به خاطر که ما شلیک میکنیم سرتان، و ناتو بود در اونجا، حضور داشت، درست در پشت پرده. الان که ناتو میرود از افغانستان، امکان دارد که بعض مناطق افغانستان کاملا زیر سلطه طالبان بیاید، مثلا پکتیا، مثلا بعض مناطق جنوب شرق افغانستان، مثلا فراه و هلمند که بدون از او امروز حکومت سلطه کامل روی از او ندارن. و در این فراه و هلمند اون گروه های جرمی هم وجود دارن که میتونند که بعض مناطق به نفع خود بگیرن. ده. افغانستان در یک حالت رقتبار است به خاطر که 16 میلیون نفر امروز گرسنه هست در افغانستان. سازمان جهانی غذا دیروز گفت که 16 میلیون نفر برای شب نان ندارن که چی بخورن، و ای از نگاه اجتماعی بسیار خطرناک است به خاطر که مردم مجبور میشن که دختران خود به سن 14 یا به شوهر بدن یا به کار روان کنن. یعنی از نگاه اقتصادی و از نگاه اجتماعی خیلی تغییرات منفی در افغانستان امکان داره که بیاید. آقای حکیمی، گیریم این که گفتگوها شروع بشه،
آیا با توجه به دشواری هایی که در تا حالا دیدیم در زمینه صلح، آیا سالها طول نخواهد کشید که دو طرف بتوانند توافقی بکنند؟ آیا همین دست کم 5-6 سال رو در بر نخواهد گرفت و این دولت طرفی نخواهد بود که با طالبان چانه بزنه؟ به نظر من نه، به خاطر اینکه دولت در موقفی نیست که بتونه چند سال دوام بیاره در مقابل طالبان، طوری که شواهد و قرائن نشان میده به احتمال زیاد گفتگوهای صلح با طالبان در واقع در ظرف 6 ماه تا 1 سال باید قاعدتاً به نتیجه برسه، به دلیلی که جامعه جهانی هم و آمریکایی‌ها هم در واقع توان از زیر ندارن و دیگه او ظرفیت رو ندارن که بخواین 4 سال یا 5 سال دیگه هم این گفتگوها ادامه پیدا بکنه. مسئله اصلی در گفتگو با طالبان فقط بحث حکومت موقت هست، یعنی از نظر ساختار سیاسی مسئله بحث حکومت موقت است. وقتی که مسئله حکومت موقت مطرح بشه، پاسخ آقای غنی میتونه یا مثبت باشه یا منفی باشه. اگر مثبت باشه، طبیعتاً همراه با این پاسخ مثبت به معنای از این هست که بسیاری از دستاوردهای دموکراتیکی که ما در 18 سال گذشته داشتیم، این هم در واقع تحت تهدید قرار میگیره، به خاطر از اینکه حکومتی که طالبان میخوان به عنوان یک حکومت موقت به وجود بیارن، قاعدتاً به اصطلاح تضمین کننده حقوقی نیست که در 18 سال گذشته قانون اساسی به ما داده. آقای حکیمی، خیلی وقتمون کوتاه، من یه سوال آخر رو از هر دوی آقایون میپرسم. با این حساب آقای فرهادی، هیچ نیرویی هست که از نظر شما از عهده طالبان بر بیاد؟ فعلا نه، اما طالبان تا اندازه زیاد زیر تاثیر پاکستان هستن و زیر تاثیر آمریکا هستن و آله که برایشان یک حیثیت دیپلماتیک اعاده شده توسط پاکستان و آمریکا میتونن که هدایت شوند برای از اینکه خشونت کم کنند، در صورتی که بعضی خواسته هایشان برایشان داده شوند. آقای حکیمی، شما هم فکر میکنید که آینده افغانستان آینده تحت کنترل طالبانه و دیگه کسی شاید نتونه کار دیگه‌ای بکنه؟ ببین، امکان از اینکه کار دیگری بکنند خب وجود داره. از نظر نظامی طالبان، طوری که در سوال پیشتر شما که گفتین، ببینید از نظر نظامی طالبان قوت چندانی ندارند، نه حتی در مقابل اردوی افغانستان. اردوی افغانستان بسیار مجهزتر و بسیار قویتر از طالبان هست، ولی بحث در اینجا بحث جنگ نیست، یعنی زورآزمایی که در حال حاضر بین حکومت افغانستان و یا جامعه بین‌المللی و طالبان در حال به اصطلاح انجام هست. این زورآزمایی یک زورآزمایی نظامی نیست، یک زورآزمایی سیاسی هست. به همین دلیل هست که حتی اگر بتانه حکومت افغانستان و اردوی افغانستان و یا ناتو و سایر نیروهای خارجی طالبان را به اصطلاح از بین ببرن، نمیتونن این کارو بکنن و ترجیح میدن که یک راه حل مسالمت آمیز به وجود بیاره. در مورد آینده افغانستان، بله، من فکر میکنم که طالبان به احتمال خیلی زیاده، طالبان یک نقش اصلی را در آینده افغانستان بازی خواهد کرد. اما یک امای بزرگ اینجا وجود داره و او اما این هست که تا چه اندازه به اصطلاح بازی دیگر بازیگرانی که در افغانستان باز هم حضور خواهند داشت، در جمله جامعه جهانی و نهادهای جامعه مدنی در افغانستان و رسانه ها و مردم، به چه صورت میخواهند نقش خود را در مقابل طالبان بازی کنند. ممنونم از عزیز حکیمی، روزنامه نگار و مدیر سایت نبشت، و همینطور طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان. و ممنونم که با برنامه صفحه 2 آخر هفته همراه هستید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.